مخاطبای عزیزمون در کنار ما آقای کیان کمانی قرار دارن. البته آقای کمانی اسم اصلیشون ابراهیمه، ما همه جایشون رو به اسم کیان کمانی میشناسیم. مخصوصا تو حوزه رشته‌های قدرتی بسیار زحمت کشیدن. سالهای اخیر از زمان روی کار اومدن آقای نصیرزاده توی فدراسیون بخش برگزاری مسابقات و جاهای مختلف، امروز میخوایم ببینیم که توی سالن لیگ قرعه کشی لیگ پاور لیفتینگ آقای کمانی به چه مناسبتی حضور دارن. آقا سلام، صبحتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، در خدمتتونم. آقای کمانی تو سالن قرعه کشی هستین، از طرف مرکز خاصی حضور دارین؟ من خب یکی به عنوان رئیس کمیته برگزاری در کمکی بتونم در برگزاری مسابقات انجام میدم. امروز ضمن این که برای برگزاری هستم، در واقع به عنوان نماینده دانشگاه جامعه علمی کاربردی هم هستم خدمتتون. انشالله تیمی داریم در لیگ، درسته، بتونیم یه تیم خوب داشته باشیم. پس دانشگاه جامعه کاربردی هم وارد شده تو لیگ؟ وارد شده، نه برای پاور لیفتینگ، من تازه اینو که لید شد، اما درسته. از این به بعد من فکر کنم در تمام مسابقات فدراسیون بدنسازی دانشگاه جامعه علمی کاربردی یه پای در واقع مسابقات داشته. فکر میکنید این دوره دوم که الان قرار امروز قرعه کشی بشه نسبت به دوره اول وجه تمایزش چی باشه؟ چقدر رشد کرده؟ دوره اول هم پاورلیفتینگ به نظر من خیلی خوب برگزار شد، ولی دوره دوم تقریبا نگاه میکنم با شناختی که من تقریبا از اکثر قهرمانای پاورلیفتینگ دارم، همه حضور دارن، کمتر کسی جا مونده. تمام قهرمانا اومدن، قوی تر اومدن، تیمای مقداری منسجم تر شدن، با شناخت بیشتری از هم اومدن. با آقای فاطمی صحبت میکرد، میگه خود دور اول تا بیاد جا بیفته اولین دوره بود، یه زمان برد، شاید مثلا همه حضور نداشتن. پس شما معتقدین که امسال به اصطلاح تعداد شرکت کننده ها و عیارشون بالاتر ان شاء الله؟ 100%. الان گرفتن واقعا ورزشکار خوب تو زمین پاور لیفتینگ کم شده. همه تیما من نگاه کردم دیدم همه رو به اصطلاح استخدام گرفتن. امسال هم پخش مستقیم رو داریم؟ تمام تلاشمون بر اینه، قطعا پخش داریم. درسته، امیدوارم که مستقیم باشه، چون پارسال به هر حال خیلی اثر گذاشت. بله، روی برگشت دوباره فدراسیون رو صدر اخبار. یه بریم سر وقت بدنسازی های کمانی. بله، خب خیلی از مخاطبای ما میدونن شما مسئول حوزه بدنسازی، یعنی هیئت بدنسازی پرورشگاه حوزه شمال شرق تهران هم هستی. بله. هفته دیگه مسابقه است ان شاء الله. بله، دوشنبه روز عید قدیر از همینجا دعوت میکنم از دوستان و علاقمندان. بله. در مجموعه ورزشی شهید شیرودی سالن شهید افراسیابی تشریف میارن. یک شنبه وزکشی مونه، دوشنبه مسابقه مونه که در خدمت شما و دوستان. فکر کنم شما تنها کسی هستین که برای دومین بار تو مجموعه شیرودی دارید مسابقه بدنسازی برگزار میکنید. چون واقعا ورزشگاه خوبیه به اسم ورزشگاه پیر تهرانه. آره، ما هم وفادار موندیم. سالنش هم خیلی بزرگه انصافا، سالن بزرگ و خوبیه، جایگاه تماشاچیش خوبه. درسته، ضمن اینکه ما خیلی خوشحالیم که تو حوزه شمال شهر قرار داره. واقعا واقعا برای مسابقه تا این لحظه اسپانسر یا حامی مشخص شده یا درشون؟ بله بله، یه دونه اسپانسر اصلی داریم، شرکت اشیا مکمله. بله، که هستن کنار ما. آها، یعنی اسپانسر اصلی مینش خود ارشیا مکمل. بله بله، احتمال داره برندهای دیگه هم بیان توی کار؟ مکمل نه، ولی ممکنه از دیگر هم سایر حوزه های دیگه هم استفاده بکنیم. بعد تو تمام هر 6 تا رشته مسابقه برگزار میشه ان شاء الله؟ ما همه رو داریم، همه رو. بله، بیلدینگ و بادی کلاسیک و فیزیک کلاسیک ماسکولین. خیلی عالی. آقا جایزه هم مشخص شده؟ جایزه برای اوبرها از طرف شرکت ارشیا مکمل 5 میلیون تومان در واقع پک مکمل. خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه. خوشحال شدم دیدمتون، ممنون که وقت گذاشتید. قربون شما.